برنامه را با چند خبر کوتاه پی می‌گیریم. به مناسبت آغاز فعالیت هفته ولادت فرخنده حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام، به همت دبیرخانه آستان مقدس علوی، پرچم مبارک مولود کعبه در صحن مطهران حضرت برافراشته شد. مراسم برافراشتن این پرچم مبارک با حضور سید عیسی الخرسان، مدیر آستان، نمایندگان عتبات عالیات و زیارتگاه‌های مقدس و شخصیت‌های رسمی، اجتماعی، عشایری و دانشگاهی و همچنین با حضور خادمان حرم مطهر، اعم از اعضای هیئت مدیره، رؤسای بخش‌ها و کارکنان آن برگزار شد. حرم مطهر حضرت علی علیه السلام در جهت بزرگداشت سالگرد میلاد ایشان در 13 رجب با مشارکت همه بخش‌ها، شعبه‌ها و واحدها برنامه‌ای منسجم را تدارک دیده است که به مدت 1 هفته به طول می‌انجامد. علاوه بر آن، تمهیداتی برای خدمت به زائرانی که برای بزرگداشت این مراسم به حرم آن حضرت مشرف می‌شوند، مهیا نموده است. صدها بسته معیشتی اهدایی از سوی کمیته جهانی حضرت سید الشهدا علیه السلام از مراکز مرتبط با دفتر مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی در کشور کویت در میان خانواده‌های نیازمند چندین شهر در کشور ایران توزیع شد. این اقدام در چارچوب فعالیت‌های خیریه کمیته جهانی حضرت سید الشهدا علیه السلام انجام شد و صدها خانواده نیازمند، یتیم و بی‌سرپرست از آن بهره‌مند شدند. فعالیت‌های خیریه کمیته جهانی حضرت سید الشهدا علیه السلام در عمل به توصیه‌های مرجع عالی قدر آیت الله العظما سید صادق شیرازی صورت می‌پذیرد. سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده وابسته به بنیاد جهانی حضرت آیت الله العظما سید صادق شیرازی با مخاطب قرار دادن اعضای جنبش غیر متعهدها در اوگاندا پیامی صادر کرد. در بخشی از این پیام که نسخه از آن به دست خبرگزاری اخبار شیعه رسیده آمده، سازمان جهانی نفی خشونت مسلمان آزاده از برگزاری کنفرانس جنبش غیر متعهدها در اوگاندا استقبال کرده و ابراز امیدواری می‌کند که نتایج این کنفرانس به تدوین تصمیماتی برای کاهش رنج مردم خاورمیانه کمک کند.